سلام به برابرکس یوتیوب من، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه با برادرم حمید رضا. سلام کن. سلام به همتون، امیدوارم که از این ویدیو لذت کامل ببرید. خب بچه ما اومدیم، من بچگی هم یه دفترچه خاطرات داشتم که توش یه سری چیزا رو مینوشتم و روشم نوشتم که حق دست زدن به این دفتر رو ندارین وگرنه خواهید مرد، لطفاً دست نزنید. دوباره پایین دیگه با یه علامت دست نزنید. علامت کلیدم گذاشتم که این اسرار و گنجنامه واسه چی. ولی من امروز اومدم اینو باز کنم چون خیلی خنده دار بود و مامانم هم خیلی دستش درد نکنه این دفتر رو باز کرده و خونده. من اینجا بودم تهران رسیده دستش کامل باز کرده و یه جاییش هم جوابم رو داده. قرار همه رو با هم بخونیم. حمید رضا هم کنارمه چون دیگه به یه سری چیزات به تو هم مربوطه، باید جواب باشی. خیلی خب ما باز کنیم. اول از همه برچسب میگفتیم به اینا دیگه، برچسبایی رو میبینیم که از باربی و چیزای دیگه. بس آدم که خاطرات زندگی من به اضافه درد و دلای من. ولی خدای ماریه دستخط تو داری یا نه؟ توی خدایی 12-13 سالگی هیچی مرد نمیشه. هنوز ما با برچسب روبرو هستیم. برچسب های باربی. آره الان دیدی من نمیدونم چرا برچسب باربی زدم و کنارش زدم I love you. هنوزم برچسب داریم. چه برچسب کریسمس رو داریم. آه خدا رو شکر شروع شد سمای روزگار. بچه ها یه کارت پستاله که چسبوندم اینجا رو. اون کارت پستاله نوشته همیشه دوستت دارم، همیشه دوست دارم اولین کسی باشم که تولدت رو تبریک میگویم، با به دنیا اومدنت منو خیلی شاد کردی. بعد کنارش خودم نوشتم این کارت برای عزیزترین عزیز دنیاست. من الان 13 سالمه ولی وقتی اینو درسم تموم شد و ازدواج کردم به فرزندم هدیه میدم چون واقعا خوشحالم کوچولوی من. سم روزگار. وای خدای دوست 13 سالگی به این فکر میکردم که ازدواج کنم و به فرزندم اینو هدیه بدم کوچولوی من. یعنی ببین من چه سمی بودم. به بچه هم فکر میکردم تو خاک بر سرم. این دفتر قدمت داره. اینجا تاریخم زدم سال 25/11/83 83 من اینو نوشتم. این کتاب واقعا ارزشمنده. اینجا نوشتم که من الان 13 سالمه ولی اون وقتا که اینا رو چسبوندم 5 ساله بودم. یعنی این کتاب از 5 سالگی من باهامه. بزن دست قشنگه رو به افتخار این قدمت. خدایی ببین چی نگر داشتم. و نوشتم که میخوام این کتابو به فرزندانم نشون بدن تا ببینن چه مادر خوش سلیقه‌ای دارن. چقدر خودمو تحویل میگرفتم بچه بودم. حالا بچه یه دونه دیگه کارت پستال داریم اینجا. روی این کارت پستال نوشته با تو بودن بهترین هدیه‌ایه که در خیالم میگنجد. همیشه منتظر گرفتن هدیه هستم. یا ابوالفضل نه این یه کارت پستاله. کنارش خودم نوشتم اینو به کسی هدیه میدم تا وقتی بزرگترشم بهتون بگم. اینجا براتون پازل باربی رو چیدم و با چسب از نه این پازله. پازل رو با چسب چسبوندم به دفتر. حالا اینو ببین. اینا رو که چسبوندم. بچه این برچسب ها رو یادتونه واسه یه علوم و اینا بود. مرجان ها. جوجه ها. اینا رو چسبوندم تو خاطراتم. ستاره دریایی. خب. این کارت پستال برای مامان بابامه. نوشتم با تو بودن به من اطمینان میدهد که وقتی از تو دور هستم چقدر دلم برایت تنگ میشود. اینو 22/3/89 نوشتم. حالا اینو بهتون نشون بدم. اینو این کارت رو میبینید که چسبوندم. این کارت رو تیچر من. اوه مای گاد تیچر. اوه مای گاد. نه چون معلم زبان انگلیسی بود بهش میگم تیچر. اینو برام نوشته بود کی 25/2/84 مثلا اکسلنت بهم داده بود. آره اینجوری برام اینم کشیده بود. بعد نوشتم اون روز تیچر ما این رو برام کشید و به من داد. من همیشه اونو دوست داشتم ولی خدا رو یعنی من همیشه اونو دوست داشتم ولی اسمش یادم نمیاد. خب اینجا رفتم توی اینجا من رفتم تو فاز های اسکول موزیک. عاشق زک بودم. ببین تمام اتاق من این پوستراش چسبیده شده بود.
اینجا خیلی ارادتمندم به پدر مادرم نشم و ما بابا خیلی دوست دارم، خیلی زیاد امیدوارم همیشه 10000 سال زنده باشم و وقتی همش ازدواج تو کاره و وقتی ازدواج کنم میخوام بچه های خوبی را بزرگ کنم که مؤدب باشند و به پدر مادرشان و پدر بزرگ مادر بزرگشان احترام بذارم. وقتی از دنیا برم یعنی بمیرم میخوام تمام ارثی که برام باقی مانده به فرزندانم برسه. وای بچه به ارثم فکر کردم، به ارث وقتی ارثم رسید به فرزندانم برسه و میخوام تمام اجزای بدنم رو اهدا کنم. اینم از نوشتم. یعنی تو سال 89 من به این فکر میکردم که اجزای بدنم رو اهدا کنم. اینجا تو فاز براتسم بودم، یعنی میمردم برای براتس، ستون براتس. اینجا بالا نوشتم من الان 13 سالم و یه بابای مهربون دارم. اینجا امروز فکر کنم بابامو خیلی دوست داشتم. امروز یه خرید کردم. اینجا اسباب بازی فروشی اومده. خب اینا بازم های اسکول موزیکال ها نگاه کنید. وای من میمردم برای زک ایشون. تباه بودم دیگه تباه. هانا مانتانا یادته؟ هانا مانتانا رو خیلی دوست داشتم. اینم چیز کمپ راکه. واقعا اصلا من آخ مامانم اینجا برامون یه نوشته گذاشته. دستش درد نکنه. همه که دفترش خاطرات ما رو خونده و نوشتم شد. البته من فضولی نکردم. داشتم برات عکس انتخاب میکردم که اینو خوندم. اومده عکس‌ها رو انتخاب کنه. یهو من فقط اومد عکس‌ها اینجا براتون من دفترچه واقعا دفترچه برچسته بیشتر تا خاطرات نه الان شروع میشه یا درد و دل. بعد اینجا نوشتم I'm Rebecca I love you very much. I'm Rebecca I love you very much. خب بریم بعد اینجا هم باز براتون برچسب کاری کردم. حالا اومدیم اینجا. اینجا 26/3/89 نوشتم سفرم به هند. راستش 2 روز دیگه داریم میریم هند. خیلی خوشحالم. یعنی 28/3/89 میریم هند. راستش امروز چهارشنبه است. ما جمعه میریم فرودگاه و چمدونم رو هنوز نبستم. اما وسایلم رو توی اون گذاشتم. چه جوری قضیه؟ چمدونم هنوز نبستم. من چمدون ندارم. سر فیلمای هندی ما رو میبره هند. ببین عذابی که اونجا کشیدم هیچ جا نکشیدم. آخه جلوت ببخشید 1000 تا کار میکنم. 1000 واقعا. پس که وارد هند شدی بهت خوش اومد میگن. جلوت دارن دستشویی میکنن. میگم مرسی از خوش اومد گوییتون. مرسی بابا. خب نوشتم میدونیم ما 3 شهر هند داریم میریم، یعنی دهلی، آگرا و جیپور. من از تو اینترنت کلی تحقیق کردم که ببینم این شهرها چه جوریان. راستش امروز یکی از بهترین روزامه چون کارنامه خرداد ماه کلاس اول راهنماییمو گرفتم. اگه گفتین چند شدم 19.46. خیلی خوب شدم. وقتی از هند برگشتم بهتون میگم خوش گذشت یا نه و از اونجا براتون میگم که خوب بوده یا نه. بریم ببینیم هند چه جوری بود. الان دوباره اونجا میرسیم. نه بودید من هندی خواستم بچه های من اونجا رفت. خب پاستون ما از هند برگشتیم جای جالبی نبود و اصلا خوش نگذشت. آنجا فقیر خیلی زیاد بود و آنجا بسیار کثیف بود و اصلا جای تفریح نداشت. بسیار گرم بود، یعنی 48 درجه. ببین پاتو میذاشی زمین پات تا ولیزه اونجوری بهت بگم. بعد دیگه ما بیشتر وقت خود را به خاطر گرما تو هتل بودیم، ولی بازم یه تجربه بود. من سفرهای زیادی رفتم. اینجا چوسی داشتم میومدم مثل که واسه خودم. اینجا داشتم چوسی میومدم واسه خودم. من سفرهای زیادی رفتم مثلا فلان و فلان و فلان. بقیه مثلا 5-6 بار کیش رفتم. دیگه شیراز و اصفهانم رفتم. نه واسه کینا رو دارم واسه بچه‌ها دارم تعریف میکنم. حالا میخوام یه عکس از هند و آفریقا و تایلند به شما نشون بدم. در صفحات بعدی عکس‌ها رو ببینید. آماده این؟ خب این سفر من به هنده که شبیه جوجه اردک. اینجا هنده و نوشتم تاج محله که چقدر نازم. به 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 چه پیرهن قشنگی تنمه. اینجا نوشتم اینجا تایلند است و کنار دو جنسی ها یعنی مرد بودن خودشونو زن کردن. در کنارت من دیگه اینو نوشتم دیگه اونجا به زبان خودم نوشتم بچه بودم دیگه
چیزی لیدی بوی بهشون میگفتن. آره چه رفتی به چیز ابی احترامی داره بچه هم نه نه چه رفتی چه داری بردم. خب اینجا هم نوشتم اینجا هم آفریقای جنوبی در کنار سیاه‌پوستا که دارن بلز میزنن. قیافم واقعا نازه ها، یعنی اصلا عشق میکنم میبینم. خب بریم اینجا، بریم اینجا که اینجا درد و دلا چیز شده، ناراحت کننده شده. من پدر مادرم رو خیلی دوست داشتم ولی من همیشه مطمئن بودم که بیشتر برادرم رو بیشتر دوست دارن. حمید رضا جون همیشه اینو حس میکردم. وقتی کلاس پنجم بودم به معلمم این موضوع گفتم ولی اون به من گفت چی حساسیت زیاد به خرج میدم و این ولی من خودم فکر میکنم که حساسیت نباشه و این همش حساسیت داره. خودم فکر میکنم که حق با اونه ولی دوباره حقو به خودم میدم. همیشه اینو حس میکردم. البته اونا خیلی برام زحمت کشیدند. همه اینو به حساب بچگی میذارن ولی خب من 13 سالمه دیگه، بزرگ شدم. نه منم از این حسا داشتم. معمولا پس اینجا که نوشتم من یه حالا برعکسش اینجا هم نوشتم من یه دخترم احساس دارم. من دختره رو بیشتر دوست دارم. ولی خب خانواده من ولی مخصوصا مادر پدره واسه کسی فرق نمیذارم. مخصوصا به خودش میده پدر مادری که ما داریم واقعا واسه ما چیزی کم و کسی نداشت. حالا اینو فکر کنم 13 سالم بوده دیگه، اون موقع تو اوج چیز بودم دیگه احساسات. خب بعد زدم که من همیشه خوشحالی و ناراحتیمو با این کتاب در میون میذارم و مینویسم تا سبک بشم. خداحافظ. نمیدونم امروز چند دوم عذر میخوام. 89 تا 90 دارم. اینجا هم براتون نقاشی کشیدم سال 1389. خیلی به تاریخ علاقه دارم. خب بریم اینجا مشخصات من توی 13 سالگی سال 88-89 نوشتم. 13 ساله در تهران، غزلزاده قادری. 13 ساله در تهران، رنگ مورد علاقه آبی، سفید، مشکی، یاسی، توسی. یا ابوالفضل دختر بیا پایین. ماشین مورد علاقه، البته در این سال ماشاءالله خوش‌چوسم بودم، در این سال جدید بنز کروکه. دستت درد نکنه ربکا جان، 13 ساله. درس مورد علاقه در دوم راهنمایی باد عزیز، کامپیوتر، علوم ریاضی. وای باورم نمیشه که من به ریاضی علاقه مند بودم. حالا من ریاضی به هم خورد از اول دبیرستان به بعد. حرفه و فن، زبان، انشا، از عربی متنفرم. غذای مورد علاقه لازانیا، ماکارونی، پیتزا، استیک، سبزی پلو، مامای مرغ، تچین. دسر مورد علاقه توی 13 سالگی بستنی نسکافه، کیک شکلاتی، کیک بستنی، کافه گلاسه. نوشیدنی مورد علاقه لیمونات، آب پرتقال، هندونه تا. ماشاءالله کم هم علاقه نداشتم، همه نوشیدنی ها. نوشیدنی گرم، کاپوچینو، نسکافه، شکلات داغ، چای قهوه، شیر کاکائو. دیگه چیزی مون بنویسی ربکای کوچک، چیزی مون بنویسی دیگه. عاشق ورزش بسکتبال، شنا، تنیس هستم. گلف را هم دوست دارم. خوش‌چوس. عاشق سگم، الان دیگه سگ دارم، اونجا سگ نداشتم. چه باحال. از سوسک متنفرم، از تمساح میترسم ولی روی تمساح نشستم. تیپ اسپورت رو دوست دارم، از کتاب‌های رمان عاشقانه و ترسناک خوشم میاد. عاشق گوجه سبزم، خرمالورم دوست دارم، توت فرنگیرم همینطور. بابا بس دیگه. عاشق آلوچه و چیزای ترشم. خدا بس دیگه. عاشق روز کریسمس و ولنتاینم. تو 13 سالگی عاشق روز ولنتاین بودم ماریه عزیز. حمید رضا تو افاقه. ای من انگار دارم ایشو پرپنزم. حمید رضا آخه من الان یه سوال دارم. من آخه من چون پسر بودم بچه بودم یه چیزایی که الان مثلا برچسب ایناست اینا واسه خوب دخترها خیلی قشنگه ولی خب برای من ولی یه چیزی که از ربکا میتونم بگم واقعا جدی میگم خیلی نترس. مثلا بهت بگم مثلا ما رفته بودیم تایلندی که داشتیم رفته بودیم ماساژ با پای فیل داریم. خب مثلا خب من فیلره که دیدم، ربکا هم بزرگترم دیگه، فیلره که دیدم یهو گفتن که میری، گفتم بابا برم کن ماما نرفتم. ولی بعد ببین من بعد اونجا داشتم هرس می‌خوردم، گفتم ربکا الان له میشی. الان ببین یارو میگفت میخوان شیر به اتون ماچتون کنه، من دستم بالا بود. کی میخواد رو تمسا بشینه دستم بالا بود. کی ماست واقعا نترسه. خیلی خوبه شدن. بچه بودم خیلی نترسم. عجول هستم، خوبه خودت هم میدونی. وسایل دوست دارم خودم وسایل مورد نظرمو بخرم یا انتخاب کنم، واسه بقیه میفرستم. تیپ های خوشگل رو دوست دارم، بقیه تیپ های زشت خوششون میاد. عاشق شلوار جینای تنگ هستم که الان اصلا دوست ندارم شلوار جین تنگ، ولی لباس راحت خونه و گوشت دیگه یه چیز.
بقیه رو بعدن میگم. خداحافظ دیگه، دو خط رمان نوشتی دیگه، بقیه رو بعدن میگم. خب بالای این موضوع، این خیلی آخریشه بچه ها، بازتون بالاش نوشتم من بدبخت. همیشه اینو احساس میکنم، چرا منو کمتر از برادرم دوست دارن. امشب برادرم هرچی میخواست بهم گفت، و نه مادرم و نه پدرم هیچی بهش نگفت. فکر کنم اون شب زده بودیم ترکونده بودیم هوا همین درسا. فکر کنم اون شب زده بودیم ترکونده. نه آخه امروز یه چیزی از دعوای بچگی که من رو بگو بتو بگیم خندتو بگیم. من چون ربکا رو خیلی دوست داشتم، بعد لپاش خیلی بامزه بود، بعد میمدم ماچش میکردم، بعد این از اینکه من ماچش میکنم ولش لپاش میگرفتم اینجوری لبامو میچستم به لپاش ولش نمیکردم، بعد از اینکه من اینجوری میکردم این بعدش میاد، بعد این یهو میاد تک میداد یه دفعه دعواش میشه تخت تو خوشه دیگه. خب بعد زدم که پدرم مامان بابام هیچ بهش نگفتن، تا من اومدم چیزی بگم مادرم با علم و اشاره فهمون بهم که چیزی نگم. همیشه اون عزیز خانواده است، من نه برادر دارم و نه میخوام، چون حمید رضا برادر من نیست. از اسم محرومت کردی. نه ولی خدای من نمیدونستم، من این همیشه میدونستم که ربکا دوستم نداره، ولی من خیلی دوستش دارم بچه بودم. آره اصلا دوستش ندارم. تو بابا تو بچگی ما میکشتیم همو، الان که عاشقشم. بگو چون همیشه باید گریه کنم، شاید لازم ماده هم چی داشته باشم، ولی هرچی خواستم و واسم خریدم، ولی عاطفی چی بهم ندادن. یک ماه بود تو تابستون رفته بودم خونه فامیلمون، بعد اومدم همه بهم گفتن تو نبودی خونه ساکت بود آرامش داشتیم. خوبه من یه دخترم، احساس پوچی میکنم. همین چند دقیقه پیش مامانم میگفت چی چی چی؟ همین چند دقیقه پیش مامانم میگفت بیاید ربکا رو بفرستیم. بفرست فکر کجا بگم بگازم رو بفرستم برم. بس من میکنم بدم برم. اصلا اتفاقا تا حالا نشد همچه حرف بزنم. چرا منظورم بفرستم مثلا این که بعد سال 90 من اینا رو نشان، یعنی چند ساله بوده؟ 11 خب بعد نوشتم که اینجا ما یه سفر تو مرداد داریم، بعد هی بابا میگه فقط به خاطر تو داریم میریم، حمید رضا فوتبالش میفته و وای چرا داریم میریم، خونه فقط شده اسم حمید رضا. حمید رضا من اینجا سرکوفتشونم، فقط بلدم با پیانو دل مادرمو ببرم. وای چقدر تباه بودم. نوشتم دیگه بسته دیگه، خیلی کشیدم، من این زندگی رو میخوام دیگه، کافیه. حالا بچه مامان من که اینو خونده، خیلی واسم جالب بود که خودم این دفتر رو خوندم و چقدر احساسات اون موقعم بچگانه بود و چقدر مسخره بود و چقدر واقعا الان متفاوته، هم علاقه هام هم طرز فکرم. یعنی تو اوج بچه که خیلی خنده دار بودم که فکر میکردم که بین من و تو فرق میزن. بعد حمید رضا من برادری مثل حمید رضا ندارم دیگه، سر فکر کنم اسباب بازی دعوامون شده بود. خب مامانم اینو خونده این متنو و برام نوشته عزیز دلم، وقتی اینو خوندم تو ایران نبودی دلم آتیش گرفت که چرا من یا پدرت کاری کردیم که این حس به وجود بیاد در تو زندگی به وجود بیاد. تو زندگی منی، خودت میدونی بدون تو خیلی پوچم، اگه این اشتباه رو تو کودکی تو ناخواسته ما انجام دادی ما رو ببخش. عزیزم گریه هست واقعی گریم ما رو ببخش عزیزم، ما با تو زنده ایم، با تو من خوشحالم، امیدوارم ما رو ببخش اگه این حس رو نخواسته برای تو به وجود آوردیم. زیبای من عاشقتم، بوس بوس مامانت. واقعا احساسی شدم یه لحظه، چون واقعا میگم مهاجرت خیلی سخته دیگه، آدم خانوادش کنارش نباشن، ولی واقعا که این حرفا همه رو بچه بود، من بهترین مام بابا رو دارم و بهترین برادر رو. واقعا اینم دفترچه خاطرات رو گفتم باز کنیم با هم بخونیم، خیلی یه سری جاش خنده دار بود، آخرش هم احساسی شد. ولی برام عکس یوتیوب حمید رضا تو بس باید تو رو خودش اشکی خب دیگه بچه ها به پایان ویدیو رسیدیم، ببخشید یه ذره احساسی شد، دوستاشم خیلی بیشتر خنده دار خنده دار احساسی بود، ترک برداشتیم یه جورایی، کلی زیاد دوستتون دارم. امیدوارم که برای همه کسایی که دوستت دارم برای اونا بهترین ها باشید. قربونتون برم، من کلی زیاد دوستتون دارم، مرسی کنار منید.
تا ویدیوهای بعدی بدرود. شما رو به خدای امید میسپارم. ای لشکر قادر پناه، وای وای بی خبر از ربکا، وای وای.